درود میگم همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده هفتگی برنامه رنسانس ایرانی با حضور دکتر آرتمیس افرا هستم. دکتر آرتمیس جان خوش آمد میگم بهتون، در خدمتتون هستم. سپاس از شما بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه های رنسانس ایرانی و به ویژه امروز که جشن چهارشنبه سوری هم هست و به ویژه که در هول و هوش یا دوروبر 24 اسفند هم هستیم که دیروز بود و در واقع زادروز رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین هم هست که ما اونو میتونیم روز مرد و روز پدر هم در ایران در واقع بدونیم. درسته. در هم با انجستار امشب هم در مورد زادروز رضا شاه بزرگ و اخلاقیاتی که رضا شاه بزرگ دانسته یا ندانسته نسبت ایران داشته، یعنی اون حس میهن پرستی که رضا شاه بزرگ داشته، میخواستم نظرات شما رو در این زمینه هم من هم بینندگان این برنامه های سلسله برنامه رنسانس ایرانی بدون. سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی. خب ما همه همون جوری که شما اشاره کردید درباره رضا شاه بزرگ این روزها خب بالاخره خیلی داره استفاده میشه، صحبت میشه و درباره‌شون خیلی برنامه‌های مختلف در کلاب هاوس های گوناگون، در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، در تلویزیون‌های گوناگون گذاشته میشه. اما امروز ما میخواییم درباره رضا شاه بزرگ و در واقع بازسازی اخلاق در ایران صحبت بکنیم. ما خب میگیم همیشه میدونیم پدر ایران نوین بودن رضا شاه و درباره سازندگی های فیزیکی که رضا شاه بزرگ در ایران انجام دادن هممون کم و بیش شنیدیم، مانند این که مثلا یک پارچه کردن ایران، حفظ تمامیت ارضی کشور، کوتاه کردن دست تجزیه طلبان، جدایی خواهان و عوامل داخلی و خارجی که رویای تکه پاره کردن کشور رو در سر می پروروندن و کوتاه کردن دستشون از شمال و جنوب کشور که می دونیم این از بزرگترین کارهای رضا شاه بود، و علاوه بر این خب ساختن بزرگترین پروژه ایران مدرن یعنی راهان شمال به جنوب ایران و بعد هم شرق به غرب ایران با بودجه درونی کشور از طریق فروختن اوراق قرضه به مردم ایران و بدون گرفتن حتی یک ریال وام خارجی، خب یک کاری بود که در تاریخ ایران پس از یورش تازیان بزرگترین میشه گفت پروژه ملی ایران بود که در ایران با بودجه و درآمد و سرمایه ایرانیان ساخته شد و سابقه نداشت تا اون زمان. خب ساختن راه‌ها، جاده‌های اسفالت، جاده‌های شوسته، پل‌ها، کارخانه‌های صنایع در واقع بنیادین و مادر در ایران، ایجاد آموزش و پرورش نوین و اجباری در شهرها و روستاهای ایران، ساختن بیمارستان‌ها و در واقع پزشکی نوین و مدرن، وارد کردن پزشکی مدرن به ایران، مناطق در دانشگاه ها، ساختن دانشگاه ها، نخستین در واقع دانشگاه ایران رو در تهران ساخت رضا شاه بزرگ و اجباری کردن در واقع پوشش نوین و مدرن در ایران که و کنار گذاشتن عبا و لباده و سرداری و چادر و روبنده از کشور، گیوه و این حرفا در کشور کنار گذاشته شدن اینها و در واقع مردم رو سر و شکل ظاهری انسان قرن بیستمی دادن و خب کشف حجاب و بازگرداندن نیمه پس نگه داشته شده جامعه ایران یعنی زنان به عرصه های اجتماع و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و همه چیز و خب بسیاری از سازندگی های درخشان دیگه که ما میدونیم که در ایران توسط رضا شاه بزرگ بعد از 1400 سال میشه گفت برای نخستین بار انجام شد. اما
امروز ما درباره تأثیرات اخلاقی رضا شاه بزرگ بر جامعه و در واقع بر اون فرهنگ فروپاشیده ایران قاجاری و مردمی که 1400 سال میشه گفت پس از یورش تازیان در واقع همه ارزش و هویت ملی خودشون رو از دست داده بودند و به موالی اسلامی تبدیل شده بودند میپردازیم. ما میدونیم در پایان دوره قاجار دیگه دوران احمدشاه ما عملا با یک شاه خب عیاش بی مسئولیت و بی تفاوت به ایران و ایرانی روبرو بودیم که تنها در فکر گشت و گذار در فرنگ و کمک به شیخ خزعل در خوزستان و سران شورشگر ایلات برای سرنگون کردن دولت ایران به نخست وزیری رضا خان اون موقع خب بودن یا به اصطلاح سردار سپه مشغول بودن و در این راه هم حتی از خارجیان حاضر بود پول گدایی بکنه احمدشاه. در کتاب در واقع سفرنامه خوزستان که من امروز به بخشی از اون اشاره می کنم ما به خوبی ویژگی های گوناگون رضا شاه رو پی می بریم و به خوبی نگاه ایران گرای رضا شاه رو می تونیم از فهوای نوشتنش و در واقع خاطراتی که در اینجا نوشته می تونیم برداشت بکنیم. در این کتاب رضا شاه نوشته مزاج ایرانی 150 سال است با تمام معنی و مفهوم مسموم گشته و باید فکری کرد که چه تزریقات سریع العسلی پیدا کنیم که این مریض مسموم 150 ساله را بهبود دهیم. یکی از آن سموم مهلک رخصتی است که لاابالیانه از دربار قاجار در مداخل مستقیم اجانب به امور داخلی این مملکت داده شده. در واقع منظورشون اینه که خود شاه به طور کاملا بی تفاوت اجازه داده که خارجی ها در کشور دخالت بکنن. میگه ظهور این خانواده یعنی خانواده قاجار خاندان قاجار مصادف میشه با مداخلات اجانب در کار این مملکت که شرح این قضیه مبسوط و تفسیر آن به عهده مورخین آتیه موکول می شود. من فقط به ذکر این جمله مبادرت می کنم که در تمام ایام زبامداری خود به هر موضوعی که خواستم وارد شوم و به هر اصلاحی دست بزنم فوراً مداخله اجنبیان و اعتراضات آنان موجب تعویق امر و وقفه در کار شده است. ببینین چقدر زیبا اینو توضیح میده. میگه که یعنی شاهان قاجار انقدر غیر ایرانی بودن و انقدر بی تفاوت به این کشور که اصلا تمام مدت دست دخالت اجانب رو خارجی ها رو در ایران باز نگه داشته بودند و کشور یه جوری روی دست عوامل انگلستان و فرانسه و روسیه در واقع اداره می شد. در همین سفرنامه خوزستان چون ما میدونیم که خوب خوزستان رو انگلیسی ها به خاطر اون کشف نفت و این حرف ها در واقع یه جورایی گرفته بودن از ایران و چون که اونجا لوله کشی های نفت و این حرف ها رو کرده بودن به این بهانه که ما لوله هامون آسیب میبینه و شما یعنی سردار سپه نخست وزیر حق ندارید ارتش رو و به اصطلاح قشونی رو بکشید به خوزستان برای سرکوب شیخ خزعل داشتن چوب لای چرخ دولت میذاشتن. اما جالبه که رضا شاه در همین سفرنامه نوشته که در خصوص یعنی اینو به کنسول انگلستان میگه در خصوص لوله های نفت که بهانه این قبیل مداخلات کودکانه شما هست من شخصا ملتزم و متعهد میشوم هرگاه از حرکت قشون و جنگ بدان صفحات صدمه وارد شود شخصا غرامت بدهم و راجع به مذاکراتی که کردید من جدا اعتراض میکنم و تذکر میدهم که اگر من بعد به این لهجه و با این طرز با من طرف گفتگو بشوید ترجیح خواهم داد که رشته مناسبات خود را با تمام ماموران دولت انگلستان پاره کنم. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایران. خب منظورش این بوده که خوزستان پاره از ایرانه و خزعل هم یک ایرانی یک شهروند ایرانه.
اگر او خود را تحت الحمایه معرفی کرده خائن است، یعنی تحت الحمایه انگلستان، و من نمیتوانم در این قبیل موارد لاقید باشم، لذا اجازه نمیدهم که در حضور من اینطور صحبت بشود. و منظورش این بوده که اینجوری من با کنسول انگلستان صحبت کردم که فکر نکنه که من در واقع گول این حرفا رو میخورم که به خاطر نفتی که اونجا انگلستان سرمایه گذاشته و لوله کشی کرده و استخراج کرده، ما حق نداریم بیایم به خوزستان و سرکوب بکنیم شیخ خزعل و اینا راحت میتونن یک تکه از کشور رو بکنن و ببرن. از سوی دیگه در همین سفرنامه ما میخونیم، میبینیم که برمیگرده میگه که به نظر من خارجی خارجی است و همسایه همسایه، تا مشفقند و بی‌طرف و خیرخواه دست دوستی ما به جانب آنها دراز است و به محض اینکه در خانه ما سنگ بیاندازند و آتش بریزند، تیر تنفر ما به سوی آنها گشاده خواهد شد. یعنی در واقع داره به انگلستان میگه که شما اگر حتی دوست همسایه ما باشین، تا موقعی که به ما صدمه نزنین و یک وجب از خاک ما رو نگیرین، ما با شما دوستی داریم، و ولی هنگامی که یک دونه سنگ به سمت ما پرتاب بشه، ما از کشورمون دفاع میکنیم. این خیلی جالبه برای جمهوری اسلامی مقایسه با جمهوری اسلامی کنونی، که میبینید که چگونه قشنگ کشور رو توی حلقوم چین انداختن و هیچ در واقع هیچ تعهدی هم به ایران و ایرانی حس نمی کنن و حتی قرارداد 25 سالشون رو بیرون هم نمیدن که کسی بفهمه چگونه دارن ایران رو میفروشن. و اون وقت در ازاش شما در برابر اون دروغهایی که ما همواره میشنیدیم که رضا شاه و انگلستان آورده بود و رضا شاه رو این کار کرده بودن، رضا شاه وابسته بود و رضا شاه خائن بود، و شما دارید در سفرنامه خوزستان هنگامی که یک در واقع نخست وزیر بیشتر نیست، ببینید که با این همه ضعفی که دولت ایران در دوران قاجار داشت، ممالک محروسه ایرانی شده بود و هیچ زوری نداشت در برابر انگلستان با اون همه به اصطلاح لشکر و خدم و حشم و اون همه نفوذ و ثروت، ولی چگونه سرشو فرود نمی آورد و چه روح آزادگی داشت در برابر انگلستان، که این یکی از ویژگی های ایرانی است، این روح آزادگی و این میهن پرستی. جالبه که میگه که رضا شاه در این کتاب نوشته نمیدانم چه وقت این ملت عمقاً عوض خواهد شد، کی میشود افراد اهالی در برابر تهدیدات، در برابر اتهامات با یک میزان منطقی ایستاده و سقم را از صحیح تجزیه کنند. 4 سال است جان بر کف نهاده، شبانه روز 15 ساعت کار کرده و تحمل همه قسم سختی نموده و بالاخره مملکت را به حالت امروزی رسانده ام. قشون خارجی را ترد، دست مداخله آنها را کوتاه و استقلال سیاسی مملکت را تثبیت کردند. هنوز جمعی پیدا می شوند که از یک خیر واهی به جنبش در آمده و تصور می کند من بعد از این همه زحمات و تجارب تازه دخالت اجنبی را در امر مملکت خود پذیرفته و کار یک قطعه ایران را میانجیگری بیگانگان فیصله خواهم داد. خارجی چه حقی در خاک ما دارد؟ توسط مصالحه وقتی برای دولت بیگانه صورتی دارد که دو مملکت با هم جدالی داشته باشند، بیاین خارجی را میانجی قرار دهند؟ خزعل یک نفر رعیت ایران است، فقط زمامداران ایرانی باید او را تنبیه کنند یا ببخشند. شخصی که مسئول امور مملکت خود است چرا باید تقاضاهای بیگانه را بپذیرد؟ چه اجباری دارد، چه محرکی دارد جز ضعف نفس؟ زمامدار وطن پرست باید قبلا موضوع را مطالعه کند و قوانین و حقوق اختیارات خود و آن نماینده خارجی را کاملا تشخیص دهد. آن وقت با اتکای حق و انصاف، با جرأت استحضار کامل داشته باشد، سر بلند کرده و بگوید آقای ایلچی، جناب نماینده یک دولت متمدن، چه میفرمایی؟ به چه حق، به چه سبب با من که مسئول حقوق یک مش مردم آسیا هستم
این گونه صحبت می نمایی. از من که نماینده یک قوم شرقی کهن و تازه از دریای خونین انقلاب بیرون آمده، منظور انقلاب مشروطه هستم، چرا این تقاضاهای نامشروع و بی‌انصافانه را می کنی؟ از چه رو مایل به اختلال امور و در هم شکستن قوای مملکتی هستی که تازه می رود نزجی بگیرد؟ ببینین چه اندازه رضا شاه میهن پرسته و چه اندازه نترس این مرد. برمیگرده میگه ترس همیشه برادر مرگ است، بلکه پدر مرگ است، زیرا که مرگ از ترس به وجود میآید، مأیوس و مرعوب، یعنی مرده. خارجیان همیشه این خلق مرا امتحان کرده اند و در قضیه خوزستان هم کاملا به تحقق رساندند. بهت من از این بود که یک ایل قدیمی و نجیبی مانند بختیاری که در مرکز ایران قرنهاست بساط تنعمش گسترده بود و از نظر تاریخ و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ایرانی حقیقی باید تصورش کرد، با خارجیان قرارداد داشته، از آنها پول و تفنگ می گرفته برای درهم شکستن قوای ایران، مانند چرخی از چرخهای معدن نفت متحرک بلا اراده بوده است. ببینین چقدر زیبا اشاره می کنه که آیا حتی اقوام، یعنی ایلات و عشایر ایران رو انگلیسی ها سعی می کردن بیان با پول و تفنگ بخرن و بیستونن جلوی دولت مرکزی و جلوی نخست وزیر و در واقع تلاش بکنن که ایران رو به آشوب بکشونن و بعد از آشوب تکه پاره کنن ایران رو. و جالب، رضا شاه خیلی دلش میسوزه انگامی که میره در میان بختیاری ها و میبینه چه اوضاع و روزگار زرد و نزاری دارن بچه های دستورت نشسته، پا برهنه، لباس های پاره، موهای شونه نشده، و برمیگرده میگه و به ویژه این ویژگی هایی که 1400 سال در ایرانیان پس از اسلام نهادینه شده بود دربارش قشنگ اشاره میکنه. میگه چرا مراحل تنبلی، تنپروری، وقاحت، بی آزرمی، بی فکری، بی علاقگی و اجنبی پرستی اندام عده‌ای از سکنه این مرز و بوم را سیاه پوش ساخته؟ چرا یک سوم ایران از بدن مملکت مجزا و به دست اجانب داده شده و در تجزیه هر یک از این قسمت‌ها چه تأثری در دربار ظاهر می شود و تا چه حد درجه این تجزیه و تقسیم با نظر لاابالیگری و بیقیدی و بی‌اعتنایی توسط دربار، یعنی دربار قاجار، نگریسته شده؟ تمام ایام زندگانی پادشاه وقت از دو کلمه خارج نمی شد: زن و شکار. 50 سال صحبت زن و شکار حقیقتاً تعجب آور است. 50 سالی که هنگام تمدن و علوم، نمو تمدن و علوم در اقطار عالم بوده و چنانچه به دیده تحقیق و موشکافی نگاه شود، ترقی و تمدن در اروپا و آمریکا، مخصوصا در ژاپن، مربوط به همین 50 سالی بود که بشریت و مدنیت 4 اسبه به طرف تعالی و تجدد می دویده و دربار ایران در این ایام تمام فضایل خود را صرف امیال نفسانی می کرده است، چیزی که در یادداشت‌های مرحوم اعتماد السلطنه بیشتر نظر مرا جلب می کرد. چون این دقیقا رضا شاه همش اعتقاد داره که اگه میخواین دوران قاجار رو بشناسین، یادداشت‌های اعتماد السلطنه رو بخونین. بعد میگه که شکر خدا را که هنوز زنده ام و معلوم میشود که فضیلت و ذوق و غریحه و صنعت و ابتکار و علم و دانش اساساً مورد تکفیر و تدمیر دربار و صاحبان آن بوده. جالبه ها، یعنی میگه که رضا شاهی که اینقدر میگفتن بی سواد بود، رضا شاهی که اینقدر میگفتن هیچی نمیدونست، نمیدونم قلدر بود، نمیدونم چماقدار بود، دیدین که چگونه از رضا شاه این چپی ها و ملی مذهبی ها یاد میکردن، در حالی که رضا شاه
به تنهایی به این نتیجه رسیده نه تنها باید مردم بی سواد و کم دانش و تنبل و غیر سازنده ایران رو تغییر بده، بلکه همزمان باید با خرافات و تملق و چاپلوسی و دروغگویی و بی اخلاقی و درویی و ترسویی که 1400 سال در میلیون ها ایرانی نهادینه شده بود مبارزه می کرد و در واقع سبب پوست انداختن فرهنگ و اندیشه و اخلاق ایرانیان می شد. یعنی آن تغییرات فیزیکی که رضا شاه بزرگ در ایران ایجاد کرد بخش کوچکی از اون تغییرات اساسی بود که این کشور در اون دگرگونی پیدا کرد. حالا اگر پرسشی دارین بفرمایین بانو افسانه، و اگر نه که من بپردازم به بخش‌های گوناگونی که رضا شاه از نظر اخلاقی رو اون بخش‌ها کاملا نگاهش ایرانگرایانه و ایران شهری به واژه امروزی ما، اون نگاهی که ما بهش میگیم نگاه ایران شهری، رضا شاه در چه مواردی اون نگاهو دقیقا داشته؟ بله، شما اشاره کردید به خصوصیت اخلاقی المان‌های شخصیتی رضا شاه بزرگ چقدر ایرانی و ایرانگرایانه و اندیشه ایرانی داشته و تن‌پرست بوده. و رضا شاه در جایی از همین کتاب خاطرات خوزستان اگر اشتباه نکنم گفته که شاهان چطور میشه که 50 سال این شاهان فقط به فکر زن و شکار باشه. من به این مسئله به ذهنم رسید که دقیقا اخلاق مخالف مقابل ایرانگرایی و تن‌پرستی اون اخلاق اسلامی سلاطین قاجار بود که اینها رو به تنها چیزی که فکر می‌کردن همون زن و شکار و خوشگذرانی عیاشی و دقیقاً عیاشی بوده. دقیقاً این تفاوت اساسی که نگاه دو تا یک سلطان با یک پادشاه داشته نگاهی بوده که رضا شاه چقدر برای ذره ذره خاک ایران احساس مسئولیت می‌کرد و دلسوزانه چه زمانی که ایشون توی به صورت سردار سپاه کار میکرده چه زمانی که پادشاه شد و یک شاه قبل از اون سلاطین قاجار فقط نشسته بودن هر دفعه قسمتی از ایران رو گرفتن وامهای کلان فقط به وقت صرف خوشگذرانی کردن و ایشون چکمش رو از پا در نیاورد تا ایران رو زد 16 سال از اون منجلاب در آورد و یک ایران مدرن تبدیل کرد که تمام جهان انگشت به دهن بودن. و این البته این قسمت رو می‌خواستم اگر لطف کنید برای بیننده ها توضیح بدین قضیه‌ای که رضا شاه از دل مردم احساس‌های شایسته پرتیخته ای که زن مشروطه رو وجود آوردن از اون و مشروطه خواهان رضا شاه رو با توجه به خصوصیت اخلاقی که در ایشون می‌دیدن به عنوان شاه انتخاب کردن، نه اجنبی ها به قول رضا و نه بیگانگان و نه انگلیس. این تبلیغات 43 سال تمام طیف‌های مخالف پادشاهی در ایران دارن بر علیه خاندان پهلوی انجام میدن. گفتم بعد از اینکه صحبت ها تو پایان رسید در آخرین قسمتش به این مسئله هم یک اشاره بکنم. دقیقاً حتما این کار رو میکنم، حتما خیلی نکته مهمی هم هست. ببینین یکی از نکاتی که ما در مورد رضا شاه بزرگ میدونیم اینه که دقیقاً خود در واقع میشه گفت همون افرادی که اسمشون بود ملی مذهبی ها و آخوندها از اون جایی که همواره در دوران قاجار اینها یک پای مهم حکومت بودند و همواره اینها در بخور بخورها و در واقع در منافع همیشه در منافع شاهان قاجار همیشه سهیم بودند و اونا هم نشسته بودند به چاپ چاپ خودشونو میکردن و موقوفات خودشونو اداره میکردن و زمینای خودشونو داشتن و اینها، اتفاقا برعکس آخوندها اصلا هیچ علاقه نداشتن به انقلاب مشروطه و ایرانگرایی و قانونمندی کشور و دو دستی میشه گفت چهار دست و پا حتی چسبیده بودن به دوران قاجار و دلشون اصلا نمیخواست که تحت هیچ عنوان به اصطلاح شاهی در ایران از بین بره، ولی خب شاهان قاجاری رو میخواستن که به اینها پروبال میداد، نه شاهی مانند
رضا شاه که بخواد پروبال اسلامی و قوانین اسلامی و دخالت روحانیون در اداره امور کشور رو دنبال بکنه. و از این رو هم هست که ما یکی از نکات بسیار مهمی که میشه اشاره بکنیم همینه که یکی از کارهایی که مردم کردند همین بود که رفتند به هنگامی که به اصطلاح رضا شاه به عنوان در واقع پس از سرکوب خزعل در راه بازگشت از خوزستان در قزوین تلگرافی بهش میرسه که میگه که حاج شیخ عبدالنبی که از مجتهدین فاضل تهرانی است به خیال این که بعد از توطئه آخوندها و برخلاف من و پس از اقدامات شرم‌آوری که تنبیه اونها برایم در تنبیه اونها برام باقی مونده بود، غالب آقایان از راه منفعت طلبی و بیفکری مبادا هنگام ورود به تهران در صدد تنبیه آنها بر بیاد، که مثلا میترسن حالا رضا شاه که سرکوب کرده شیخ خزعل و برگشته به تهران مبادا حالا اینا رو تنبیه بکنه، بودو بودو اومده بودن خودشون به دیدار رضا شاه و میخواستن که در واقع چی میگن رضا شاه رو به اصطلاح با حلوا کردن ببرن بنشونن بر مسند شاهی. و منظورش این بوده که رضا شاه میگفته که یعنی اینها فکر کرده بودن که الان که من میام اینا رو مجازات میکنم، خودشون بدو بدو اومده بودن به استقبال و در میدان سپه جالبه ها ازدحام فوق‌العاده ایجاد شده بوده، حرکت ابدا مقدور و میسر نمی‌شد، از اتومبیل پیاده شدم بر اسب سوار گردیدم، این همه ازدحام مردم. بعد از اینکه پرسجویی کردم که چه خبر اینجا، گفتن طبقات منور فکر تهران به پاداش فتح خوزستان و سایر خدمات من و برای جبران مذلت 150 ساله سلطنت قاجار عهد کردند که چون من به میدان سپه رسیدم اتومبیلم را به دوش کشیده یک سر به امارات سلطنتی ببرند و همان روز تاج و تخت را به من تفویض کنند. این اقدام را که ناشی از احساسات طوفانی ملت و به اصطلاح منورالفکرها که حالا رضا شاه باشون هم اصلا خوب نبود غیر معقول دیدم و امر قطعی دادند که هر کس به چنین کاری مبادرت کند به تنبیه و سیاست سخت دچار خواهد شد. خیلی جالبه، رضا شاه گفت من این مردمی رو که رو موج احساسات سوار شدن و تحریک شدن توسط این منورالفکرها و آخوندها، من این مدلی نمیرم بشینم بر مسند در واقع پادشاهی. و برای همینم میبینید که 4 سال تفاوت میافته، فاصله میافته، در این مدت نخست وزیر میمونه رضا شاه تا روزی که تونست دست اجنبیا و دست آخوندها رو کوتاه بکنه از طرفداری از تاج و تخت به اصطلاح، و موقعی آمد و رفت بر تاج نشست، بر تخت نشست و تاج بر سر خودش گذاشت که مطمئن شد که اداره امور کشور بر مبنای درستی افتاده و الان تمامیت ارضی کشور حفظ شده و الان دست شورشی ها و تجزیه طلبان از قسمت های مختلف کشور جدا شده و دست خرافات کوتاه شده و اکنون هست که موقع بر تخت نشستن منه، برخلاف اون چیزی که تلاش داشتن در ذهن مردم ایران جا بندازن که بله چه نشستید، رضا شاه و انگلستان آورد و کودتا کردن و رضا شاه رو بردن نشوندن بر تخت و مردم نمیخواستن و از این حرفا. ولی حالا میرم سر اون نکاتی که بهتون گفتم در مورد خرافه، مبارزه با خرافه. رضا شاه یکی از کارهای زیبایی که میکنه در واقع خردگرایی است که از نگاه‌های ایرانی است. برمیگرده میگه که جزء همین خاطرات سفرنامه خوزستان نوشته که محمد علی میرزا بهترین جانشین شاه سلطان حسین در موقع هجوم مجاهدین به تهران برای هلاکت ایشان، مجاهدین همونایی که اومده بودن که تجزیه بکنن، مثلا میخواستن در واقع اون عده‌ای که رفتن و در شمال ایران به اصطلاح زدن افراد رو عقب و اون به اصطلاح
جنبش جنگل رو کنار زدن و همه رو سر جاش نشوندن. اینها این مجاهدینی که همه جمع شدن از تبریز اومدن به تهران که انقلاب مشروطه رو در واقع به ثمر برسونن. حالا ببینید میگه چگونه محمد علی شاه، محمد علی میرزا و محمد علی شاه برای هلاکت این مجاهدین زنان حرم را به خواندن اوراد و اذکار به گلوله های خمیر و دادن به مرغ‌ها وامی داشت. فکر کنید گلوله نون میکردن، اوراد میخوندن، میدادن مرغ بخوره. رضا شاه میگه بهتر از این تاکتیکی در مغز توهی خود فراهم نمیدید. بعد میگه که برای همین هم موقعی که من داشتم میرفتم برم دیدن شیخ ازعل، روز 13 ماه آبان یا عقرب رو به اصطلاح در نظر گرفتم، با همه این که تلاش داشتم، گفتن نه 13 نه سو نه رو این موهومات رو من برای که خط بطلان بکشم، من آمدم روز مخصوصا 13 آبان وارد به اصطلاح خوزستان شدم برای دیدن شیخ ازعل. و شیخ ازعل رو نشوندم پسرش رو در یک ماشین جلوی ماشین ما را بیفته به عنوان بلد راه یا راهنما منو ببره به دیدن شیخ ازعل. حالا شما فکر کنید اگر میگفت دوران قاجار بود، اصلا محال بود که با توجه به این اوهام و خرافات کسی از 13 آبان را بیفته به سمت خوزستان، وارد خوزستان بشه و کسی هم حتی حاضر بشه از شاهان قاجار که پسر شیخ ازعل به عنوان راهنما بیفته جلو و منو ببره. میگفت اصلا اگر همچین کسی به جز من بود، شاهان قاجار بودن، اصلا راه نمی افتاد بره به خوزستان و سعی میکرد اصلا در کاخ خودش بشینه در تهران و خوزستان هم واگذار بکنه به شیخ ازعل و به اصطلاح استقلال اعلام بکنه، شیخ ازعل رو بکنه، تمام نفت ایران رو ببره عملا تو حلقوم انگلستان. یکی از کارهای زیبای دیگه‌ای که رضا شاه میکرده و نوشته بوده در این سفرنامه، از درویی و خیانت و دروغ بسیار بری هست و میگه که من یقین دارم استواری رأی، راستی بیان، اندیشه و به اصطلاح سیاست درست، سیاست راست من رو به سرمنزل مقصود میرسونه و از درویی و خیانت سیاستمداران تهران، اونایی که منظورش همون منور فکرها بوده، میگه زشت‌ترین کارهای انسان است، به هیچ وجه شایسته یک نفر ایرانی نیست، ایرانی که در دنیا معروف است دروغگویی را معصیت کبیر میشه مرده و حتی از خیال دروغ هم اجتناب میکرده. اما اندیشه نیکو به اصطلاح گفتار نیکو کردار نیکو داره اشاره میکنه. البته از این قسم اشخاصی که فکر و قول و فعلشان دروغ است و فریب میدهند بیزار و متنفرم. در نظر من این مردمان پلیتیکی یا سیاسیون دروغی پسترین افراد انسانی هستند، زیرا به اسم سیاست و تعقیب نظریات عمیق سیاسی مانند شرورترین و دوزترین مردم دروغ میگویند. ببینید چه اندازه رضا شاه دقیقا نگاه ایرانی داشته و چقدر از دروغ و درویی سیاستمداران اون دوره بدش می اومده. برمیگرده میگه که در واقع من با لورهای بختیاری که در واقع پول و اسلحه می گرفتن از انگلستان و با اشیره های خوزستان، چادرنشینان و صحرانوردان و اشیره های خوزستان، گفته اینها باید وداع ابدی با ایران بگویند اگر می خواهند تجزیه طلب باشند و پول بگیرند از دولت های بیگانه. این قبائل بلا استثنا چه بخواهند چه نخواهند محکوم و مجبورند آستانه مدرسه را ببوسند و از درب خروجی مدرسه وارد صحنه عمل و زندگانی بشن. منظورش اینه که اینا باید بیان سواد پیدا کنن و دانش پیدا کنن و از این در مدرسه با بوسه بر آستان مدرسه وارد شن، از اون در که خارج میشن با سواد وارد عرصه زندگی و عمل بشن. در این حدود، منظورش از اطراف شوش و اون برهاست، میگه هیچ اثری از تمدن دیده نمیشود، زندگی اهالی بیشتر به بهایم یعنی جانوران حیوانات شباهت دارد تا انسان. منظورش این بوده که ایرانیان در چنین وضع اسفباری در اطراف کشور زندگی میکنن، در
بخش‌های گوناگون کشور. نوشته که حتی لباس ما، طرز راه رفتن ما، برخورد ما برای اهالی این حدود تازگی دارد. زنها بچه های خود را بغل گرفته و سر راه می نشینند که از تماشای اتومبیل حرکت آن محروم نمانند. و جالبه ببینین چگونه میگه، میگه زنها و بچه های ده و حتی بعضی از مردها با دیدن ما فرار کرده و خود را در خانه های ده و گوشه یا گوشه پنهان میکنن. یعنی اینقدر ایرانیان در بیرون از پایتخت در گوشه های دور افتاده کشور اینقدر عقب مانده نگه داشته شده بودن و زندگی شهری و زندگی مدرن و زندگی متمدن رو نمیشناختن. میگه اکثر بچه ها لخت و او رو برهنن و پا برهنن و تمام مدت ترس و وحشت دارن. میگه در این روستاها توجه منو چیزی که جلب میکنه خانه های ده تنها کوچه و در خانه های ده تنها کوچه و درب خانه هایی که جارو و تمیز شده بود دو سه خانه ای بود که ارامنه در آنجا سکنا داشتن و از اطفال هم در کوچه ها دختر و پسر مشغول بازی بودند، فقط بچه های ارامنه بودند، سه چهار خانوار ارمنی که دیده بود. بقیه این مردم میگه شکل و شمایلشون شبیه اشخاصی بود که در آثار ما قبل تاریخ زندگی میکردن. خیلی جالبه، میگه نگاهی که میکنم به بچه ها چهره های بیگناه آنها بیش از هر چیز مرا متأثر میکنن و تأثیری که این همه شوق و آمال بزرگی که دارن این بدبختی اونها رو از بین برده. یعنی همه آمال آرزوهای بچه های ایران میخواسته بگه از بین میرفته و جامعه عمل نمیپوشوندن به آرزوهاشون، برای اینکه بیسواد بودن، برای اینکه گرسنه بودن، برای اینکه پابرهنه بودن، برای اینکه زندگی بدوی میکردن و ایران در چنین وضعیتی بود هنگامی که در واقع رضا شاه به نخست وزیری رسید و به نقاط دور افتاده ایران سرکشی کرد. بعد میگه من دلم میخواد خط آهن ایران رو در نبرده، البرز کوه را بشکافد و عبور کند. مسافرین اقصا بلاد اروپا و آمریکا باید از قله البرز و تونل های این نقاط سرازیر شوند و خاطرات خود را از تماشای مناظر ملکوتی مازندران بیارایند. آیا انجام این آرزو محال است؟ آیا به انجام آرزوی خود موفق خواهم شد؟ آیا روزی خواهد رسید که مردم ایران از همین راه پرمهنت و پرمشقت با یک وجد و نشاط مخصوصی و سهولت سوار قطار راه آهن شوند و این مناظر دلفریب را منظر نگاه خود سازند؟ آیا روزی خواهد آمد که این راه پرخطر و خفت آور مردم ایران در عوض ساعتی نیم فرسخ، یعنی با گاو و الاغ رفتن به ساعتی نیم فرسخ، ساعتی 70-80 کیلومتر در روی جاده شوسه و با اتومبیل های مجلل خود طی طریق کنند؟ حالا همه آرزو و آمال من در اطراف این دو کلمه سیر می کند. از تمدن قدیم و جدید مدنیت مخصوص و جامعی را شکل دهم و ایران را به آن مدنیت و آن پیشرفت برانم. ببینید این همه سازندگی، روح سازندگی که در خود رضا شاه در متنی که خودش به دست خودش نوشته میخونین، میبینید چه اندازه رو ویژگی های شاه آریایی رو داشته. سازندگی، دادگری، آزادگی، خردورزی و این میلی که به سربلندی و در واقع شادزیستی و بهروزی مردم ایران داشته، تمام اینها همون فر شاهی است که ایرانیان پیش از اسلام باور داشتن یک شاه باید این ویژگی ها رو داشته باشه تا فرح شاهی داشته باشه، فر شاهی داشته باشه و بتونه ایران رو به سرمنزل مقصود برسونه. جالبه که میگه که سعادت و آسایش و تنعم شخص من در آن است که ایران را از زیر این خرابه‌های سهمگین بر کنار ببینم، غبار مذلت را از چهره بیگناه این مملکت بشویم، آبروی از دست رفته او را برگردانم، حق مظلوم را از ظالم گرفته و ملت خود را ببینم در امن و امان و آسایش زندگی کنند،
حقوق مادی و معنوی آنها را از تطاول و دستبرد هر صاحب نفوذ و هر صاحب اقتداری مسون بماند و مردم هیچ ملجأ و پناهی برای خود سراغ نگیرند به غیر از حق و قانون. همه طبقات کشور در برابر قانون به طور تساوی باشند و امتیازی به یکدیگر نداشته باشند، بلکه از راه فضیلت، یعنی همون دانش و هنر، میدونین بر اساس ویژگی ها و شایستگی ها میگه مردم باید به هم مزیت داشته باشن، نه بر اساس مثلا پول، نه بر اساس نفوذ و در واقع ستمگری که دارند و جایی که نشستن. میگه امتیازات مسخره‌ای که تا به امروز مخصوصا در 150 سال اخیر چهره ایران و ایرانیان را سیاه و مکدر کرده، همون کاری که دو مرتبه جمهوری اسلامی با ایرانیان کرد و رضا شاه با تمام این ویژگی‌هاش در آرزوی ساختن ایران آرمانی خودش بود که دیدیم چه اندازه زیبا رضا شاه تونست این کشور رو بسازه با توجه به تمام این ویژگی‌هایی که همه اینا ویژگی‌های ایرانگرایانه و دیدگاه ایران شهری است که رضا شاه داشت و می‌خواست این هویت ایرانی رو دوباره زنده بکنه و چقدر در این امر موفق شد. فقط در 16 سال، نه در 200 سال، نه در یک قرن، در 16 سال. و آیا حالا الان که ما داریم این ویژگی‌های اخلاقی که رضا شاه داشته و آرزوهای خودش رو و تصمیمات خودش و اون چیزهایی که ارزش‌هاش بوده و دقیقا همه اونها ارزش‌های ایرانی بوده و میخواسته اون ضد ارزش‌های اسلامی رو در ایران از بین ببره، چه اندازه ما متوجه میشیم ویژگی‌هایی که رضا شاه در ایران پایه‌گذاری کرد ویژگی‌های اخلاقی بوده، چقدر پوست‌اندازی اخلاقی جامعه ایران کرده و چه اندازه مردم ایران عوض شدن از دوران قاجار به دوران پهلوی. اگه پرسشی دارین بفرمایین تا من یه دو نکته دیگر رو هم اشاره بکنم در باره رضا شاه بزرگ. ببینید تو تمام مطالبی که شما خوندید از ملت و ایران حرف زده بود، ملت ایران و سرزمین ایران. ما اصلا کاری به دوران قاجار دیگه نداریم، چون الان مقایسه دو تا حکومت، یکی پهلویه که با تمام توانشون پنجم هفتیا سعی میکنن برعکس به نسل‌های جوان بشناسونن و این وظیفه ماست که اینها رو قشنگ بشکافیم و به مقایسه دو تا حکومت، چیزی که امروز جمهوری اسلامی امت اسلامی داره بهش میگه، اون ملت رو تبدیل به امت کرده، ملتی که رضا شاه از زیر خرابه هایی که طبق نوشتهای خودش 1400 ساله و مخصوصا اوج اون خفت که 150 ساله دوران قاجار بود بیرون کشیده بود و به اون و محمد رضا شاه بعد از رضا شاه به اون اوج عظمت رسید. بعد دوباره جمهوری اسلامی تبدیل کرد یک امت توسری پر اسلامی و مسلمان که البته بله و دقیقاً میگه ما برای صدور انقلاب، همشون شعارشون صدور انقلابه، هیچ وقت نگفتن خاک ایران رو ما حفظ کنیم، چون اساساً ایرانی نیستن اینها که بخوان نگاه رضا شاهی داشته باشن، نگاه ایرانی داشته باشن. من شما داشتم این مطالب رو با وجودی قبلا این کتاب رو خوندم و بارها صوتی گوش دادم، ولی همچنین باز موهای بدنم سیخ میشه که ما شاهی مثل که من میگم که شاه شاهان که هیچ، بهترین شاه هم همیشه میگم بهترین شاهترین شاه، یعنی شاهترین شاهی که ما در طول این 1400 سال گذشته داشتیم و اینقدر میهن پرست، اینقدر نگاه ها نگاه ایرانی و ایران شهری بوده دیگه نداشه. ما باید مقایسه کنیم دوران پهلوی رو با امروز جامعه ایران، چون قاجار گذشت، رضا شاه اومد ایران رو از زیر خرابه هایی که درست کردن بیرون کشید، اما میخوایم ببینیم که به اوج رسوندن شعار پهلوی، جمهوری اسلامی دوباره ما رو مدفوع کرد زیر همون خرافات، زیر همون بیچارگی، زیر همون لجنزاری که از قاجار رضا شاه گرفته بود و عبور ما رو به اوجش دقیقاً.
دقیقاً. ببین افسانه جان، رضا شاه در همین کتاب خیلی قشنگ به این نکته اشاره میکنه، میگه این منورالفکرها و متجددین قوم، منظور قاجار، به پوشیدن لباس اروپایی مباهات و شهرت میکنن، ابراز مباهات و شهرت میکنن، اما هنوز یک نفر خود را نشان نداده که در یکی از رشته های علوم اروپایی احراز تخصص کرده باشد، تا ابد منفعل و شرمگین بمانند. آن اشخاصی که ظرف 150 سال تمام مملکت را فدای امیال نفسانی خود کرده، باب علوم و معرفت را از هر جهت روی اهالی مسدود و بالاخره آخرین سوغات تمدن اروپا را محدود کردند به یک واگن پودر و سرخاب. ببینین چقدر نگاهش ظریف و دقیق و تیزه. میگه رضا شاه، ببینین با اینکه اصلا واژه‌هایی مثل هویت ایرانی، ایرانگرایی، فرهنگ ایران شهری رو آشنا نبوده، ولی حتی با این که خودش نمیدونسته دقیقا در این راه گام برمی‌داشته، با اون حس درونیش در واقع میشه گفت ذات ایرانیش در این راه پیش می‌بردتش. مثلا میاد در مورد درختان جنگل هایی که از بین می بردن، میخوام بگم توجهش به زیست بوم اینا چقدر ویژگی های ایرانیه. میگه برای چه این درختان عظیم را اینطور لاابالانه قطع میکنن، زغال میخواهند؟ بسیار خوب، به جای این درخت نهال تازه غرس نمیکنن، با این ترتیب که تمام این جنگل از بین میرود و تبدیل میشود به یک قطعه خاک، غیر از قطعاتی که متعلق به صاحبان معینه، یعنی مالک، مال دولت مثلا و مملکت نیست، مثلا فقط صاحب خصوصی داره، فقط اون تیکر نگه میدارن، بقیه رو همه رو دارن جنگل های مملکت رو عبه میبرن. بعد میگه اغلب این درخت هایی که این گونه قطع میکنن چوب های صنعتی است و قیمت آنها یک فصل مهم از خزانه مملکتی رو تشکیل خواهد داد. جنگل های مازندران خاص قسمت سوادکوه بر تمام نواحی بحر خزر ترجیح دارند. متاسفانه تا آنجا که همه اهالی دسترسی دارند به قدغم آنها میپردازند و در غرس نهال هم، یعنی در کاشت نهال هم توجه نمی کنند که این محصول گرانبها کم نشود و بعد در برانداختن جنگل های خود این اهالی ایران بر یکدیگر سبقت و پیشی می گیرند. و جالبه نگاه رضا شاه حتی ببینید درباره دادگری به ایران چقدر ایرانگرایان و ایران شهریه. میگه ملت عبارت از کیست و چیست؟ حقیقت ملیت و وطن پرستی از کجا ناشی می شود؟ ببینید این واژه هایی که اصلا تا اون دوران مردم ایران نمیدونستن، اصلا نمیدونستن ملت یعنی چی، ملیت یعنی چی، وطن پرستی همون میهن پرستی اصلا نمیدونستن مردم یعنی چی. برمیگرده میگه که چهار شرط اصلی و چند شرط فرعی است، بدون وجود آنها اساس ملیت و قومیت هیچ وقت آنطور که لازم است مستحکم و مستقر نخواهند ماند. یکی از آن چهار شرط اصلی همین اراضی و زمین است که باید آحاد ملت را با آن علاقمند ساخت، یعنی میهن پرستی. بعد میگه که سپردن اراضی به دست خرده مالک رو باید در نظر بگیریم، یعنی باید بیاد مردم زمین دست اهالی قرار بگیره که اهالی به زمین علاقمند بشن، یعنی نباید زمین دست زمینداران بزرگ باشه. باید میگه که دولت خالصات را بین رعایا تقسیم نماید، همون کاری که در انقلاب شاه و ملت محمد رضا شاه تونست انجام بده در سال 1341. بعد میگه با یک نظم منظم، با یک صورت منظمی به فروش آنها اقدام کنند. دقیقا همون کاری که محمد رضا شاه انجام داد، آرزوهای پدرش رو که نتونست و نگذاشتن انگلیسی ها جامعه عمل بپوشانه، محمد رضا شاه این کار رو کرد، اراضی رو دایر و آباد کرد، اشخاص رو مقید به وطن پرستی کرد و ملزم به نگهداری خانه خود، و سوم اینکه امید و داد، یعنی هم عدالت نوشته، از شروط اصلی زندگی بشر است. این امید و عدالت در جامعه تعمیم خواهد یافت، که خیلی سخن جالبی است. یعنی این گونه آمد رضا شاه مفهوم ملت و کشور و حقوق ملی و مالکیت و کشورداری و میهن پرستی رو در کشور گسترش داد، و این کارهایی بود که چه اندازه
اهمیت داشت و میگه که این موجب میشه مردم ایران امیدوار باشن، مردم ایران ملک رو از خود بدونن، آب و ملک و خاک برای مردم اهمیت پیدا کنه که مورد تجاوز بیگانگان یا مورد دستاندازی بیگانگان قرار نگیره. بعدم میگه رضا شاه در واقع بدونید که بهبود و بازسازی اخلاق رو چگونه بهش اشاره میکرد، میگه به وضعیات این مملکت از سر تا ته که نگاه میکنی به جزئی و کلی اصلاحاتی که هر رشته و هر شعبه باید به آن عمل کند و مسئولیت خودم در برابر این همه خرابی توجه می کنم که مرا رنجور می کند. هیچ چیز در این مملکت درست نیست. همه چیز باید درست شود. قرنها این مملکت را از حیث عادات و رسوم و معنویات و مادیات خراب کردند. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک تل خرابه و ویرانه به عهده گرفتم. این کار شوخی نیست و سر من در حین تنهایی گاهی در اثر فشار کار در حال ترکیدن است. مگر خرابی یکی و دو و ده و هزار است که بتوان یک حد و سطحی بر آن قائل شد؟ آیا کسی باور می کند من طرز لباس پوشیدن را هم باید به مردم این کشور یاد بدهم؟ هنوز در ایام سلام روز رسمی و دارای پروگرام معین اشخاصی را میبینم که انصافاً از حین حیث لباس استحقاق عبور در هیچ خیابان و پسکوچه ای را ندارند. هنوز لباس پوشیدن را این مردم بلد نیستند. و میگه که چند روز قبل در تهران برای سرکشی به انبار غله و آذوقه شهر رفته بودم، شخصی را دیدم که با لباس خواب و زیر شلواری و پای لخت روی سکوی عمارت خود نشسته و به سیگار کشیدن مشغول است. زن و مردی را که از پهلوی عبور می کنند با نهایت لایقیدی می نگرد و ابدا خیال نمی کند احترام جامعه مخصوصا زنها برای هر فردی لازم است. این همون رضا شاهی است که بهش میگن بی سواد ها. این همون رضا شاهی است که میگن نمیدونم رضا خان قلدر. این همون آدم جنتلمن با شخصیتی است که اینقدر برای زن در جامعه اهمیت و ارزش قائله و میگه مرد نباید جلوی زن در خیابان با زیر شلواری بگیره بشینه، با لباس خواب و پای لخت بشینه و بی احترامی است این به زنانی که در خیابان رد میشن. بعدم میگه چی؟ مجبور شدم از اتومبیل پیاده شدم و با دست خودم این عنصر بی ادب و غیر محترم را تنبیه نمایم. اکثریت این مردم هنوز میل ندارند درب امارات خود را جارو کرده و دو قدم از زباله های منزل خود دورتر بنشینند. ببینید چه اندازه این ملت شیرعیه، تراخومیه، مریضه، واقعا بی فرهنگه، بی ادبی که آب دهن مینداختن با لباس نمیدونم لباده و نمیدونم سرداری و پیجامای خونه شون داشتن تو خیابون راه میرفتن. غذا خوردن و لباس پوشیدن و آداب و معاشرت اجتماعی اصلا بلد نبودن و اخلاق نداشتن و فسادی که از بالا تا پایین مملکت رو درگیر کرده بود رو این گونه باید درست میکرد. و بعد میگرده میگه هر کارخانه ای را، همه چیز را می شود اصلاح کرد، هر زمینی را می شود اصلاح کرد، هر کارخانه ای را می توان ایجاد کرد، هر مؤسسه ای را می توان به کار انداخت، اما چه باید کرد با این اخلاق و فسادی که در اعماق قلب مردم ریشه دوانده و نسل بعد از نسل برای آنها طبیعت ثانوی شده؟ سالیان دراز و سنوات متمادی است که روی نقش این مملکت تاخت و تاز کردند، تمام سلول های حیاتی آن را غبار کردند و به هوا فرستادند و من حالا گرفتار آن ذراتی هستم که اگر بتوانم آنها را از هوا گرفته و به ترکیب مجدد آنها بذل توجه نمایم. منظورش چیه؟ منظورش از اول باید این گرد و غبار هویت و فرهنگ ایرانی را تو هوا جمع بکنم، بیارم بازسازی بکنم، در این مردم نهادینه کنم، آموزششون بدم، پرورششون بدم که هویتشون، که اخلاقشون، که رفتارشون عوض بشه، ایرانی بشن و برگردن به درست زندگی کردن. بنابراین یادتون باشه
فراموش نکنیم. انقلاب مشروطه که یک انقلاب ملی و راستگرایی بود، انقلابی که شعار آزادی و تجدد خواهی در سرلوحش بود و آرمانهای مشروطه، در واقع رضا شاه بود که آمد و بعد از 2 دهه رکود بعد از انقلاب مشروطه در جهت تحقق این آرمانهایی که انقلاب مشروطه دلش میخواست ایجاد بکنه که نتونست، به طور عملی گام رو رضا شاه برداشت و به بخش عظیمی از اونا مثل آزادی زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی، تأسیس مدارس، دانشگاه، ایجاد راه‌آهن، جاده، کارخانه، بهداشت، درمان و همه اینها جامعه عمل پوشون. ما باید بدونیم رضا شاه در واقع شاه برای همه زمانها، برای همه فصول ایرانه. شاه خردمند میهن پرست، ایرانگرا و دادگر، آزاده و آبادساز و فداکاری که از همه آرامش و آسایش و خوشیهای زندگی خودش گذشت تا ایران رو آباد بکنه و 16 سال با چکمه و مشت آهنین دور ایران حرکت کرد و این مردم رو بعد از 1400 سال بدون هیچ وعده و وعیدی که بده، بدون اینکه هیچ کدوم از اون شعارهایی که چپ و ملی و مذهبی و این و اون میدادن، بدون اینکه شعارش رو بده انجام داد و مردم رو رسون به رفاه، رسون به سربلندی، رسون به آزادی، رسون به آرامش، رسون کشور رو به سازندگی. شعار رضا شاه روحت شاد از نظر من تا ایران و ایرانی در جهان باقیه باید بر لبان فرزندان ایران زمین جاری بمونه و این نام رضا شاه باید بر تارک افتخارات این سرزمین برای ابد بدرخشه. رضا شاه فقط یک شخص نیست، یک شاه نیست، یک ابرمرد ایران سازه. کاری که رضا شاه بعد از 1400 سال در ایران کرد، کاری است که اردشیر پاپکان در آغاز پایه‌گذاری دودمان و سلسله ساسانیان انجام داد. یک رولوشن، یک انقلاب اساسی برای ساخت ایران، دوباره ایران، ایرانی که در دوران اسکندر از بین داشت میرفت و حمله‌ای که اسکندر کرد در پایان دوران اشکانی و داشت نابود میکرد ایرانو، اردشیر پاپکان اومد ایران 2 مرتبه به امپراتوری عظیم در واقع افتخار آفرین تارک جهان گذاشت و درخشان، و همون کار رو رضا شاه بعد از 1400 سال کرد و همه اینها رو ما باید یادمون باشه. اگر من و شمای بانوان امروز ایرانی میتونیم بیایم با اینقدر دانش داشته باشیم، اینقدر سواد داشته باشیم، اینقدر در عرصه اجتماع باشیم، اینقدر در عرصه کار و تحصیل باشیم که بتونیم امروز ما رو پای خودمون وایسیم، ما مدیون اون مرد بزرگیم، مدیون اون نگاهیم، مدیون اون فداکاری و از خودگذشتگی و اون میهن پرستی و اون میهن سالاری است که رضا شاه بزرگ در این کشور از خودش به جای گذاشته برای امروز ما. سپاس از شما. درسته بانو، سپاس از شما. واقعا من لذت بردم و کلمه به کلمه این صحبتایی که می‌کردین با تمام وجودم هم بغضم می‌گرفت که ببینید چطور چه شخصیتی داشت بعد از 1400 سال قولش. و همین که مردم ما بیان یک روز پدر، واقعا روز زادروز این ابرمرد باید باشه، نه برای کسی مثل علی قاتل که قاتلین نیاکانمون از بین برنده کشورمون، دقیقا که یعنی اصلا براش مهم نبوده سازندگی، تمدن، فرهنگ که مثلا نداشتن همچه چیزی. بعد مرد رضا شاه بزرگ، البته اینم بهتون بگم که خیلی از مردم ما امروز به این نتیجه رسیدن که پدر، اگر کسی پدری کرده برای ایران، رضا شاه بوده که این کار رو کرده، همونطوری که من شما گفتین و بر همه ما واقعا به قول آفتاب واجبه که کتابهای سفرنامه خوزستان، کتابهای محمد رضا شاه فقید رو بخونیم و بدونیم و که اینها چه خدماتی به مملکت ما کردن و اصلا دلیل این همه دشمنی با این خاندان دقیقا اون نگاه میهن پرستانه و نگاه عمیقی هستش که به
برای سازندگی ایران داشتن، با جزئیات، با چه جزئیاتی برای آینده ای که امروز هنوز ما نرسیدیم اون نگاه آینده نگری که اونها داشتن. و وظیفه تک تک ما هستش که مطالعه کنیم نوشته های این بزرگان رو و دل بسوزونیم، بشناسیمشون اصلا بانو افسانه، ببینیم اصلا رضا شاه کی بود. اصلا شما لازم نیست به هیچ شرق و غرب و دیگران توجه کنید، اصلا سفرنامه‌ش رو خودتون بخونید، بعد متوجه میشید که این نگاه این مرد 200 سال از زمان خودش جلو بود، آمال و آرزوهایی که برای این کشور داشت 200 سال از زمان خودش جلو بود. میخواین بگین بی سواده؟ کسی که تحصیلاتی نداشته اگر نگاهش چنین نگاهی است، پس نابغه است، قطعا نابغه است. واقعا نابغه بوده. بله. و اصلا این شعارها و این تبلیغ از چپ ها میکنن، خیلی دوست دارم وقتی اسمشون بیاد وسط مؤدب باشن، ولی واقعا چنان این ها در حق ملت ما ستم کردن در طول این چند سال گذشته و با اون خیانتی که به کشور ما کردن، اصلا روا نیست در برابر اینها مؤدب بود. منتها میخوام بگم که همه مردم ما باید به این نتیجه برسن که پدر ایران زمین بعد از 1400 سال رضا شاه بزرگ بوده، وگرنه علی چه دستاوردی، چه حاصلی برای کشور ما داشته که روز یک مرد عرب بیگانه تازی رو به اسم روز پدر، که پدر این همه مقدسه و این همه میتونه برای هر کسی، پدر یعنی پایه و اساس یک خانواده، یعنی نگه دارنده چارچوب یک خانواده، کاری که رضا شاه کرد، یعنی چارچوب و تمام اون ایران رو نگه داشت، از دست کشور رو نگه داشت و از دست پدری کرد در حق ملت ایران. دقیقا اون پدر ماست و دقیقا همینطوره بانو. و ما، من چند وقت پیش یادم میاد که در یکی از نشست‌ها یک چند نفری پرسیدن خب ما روز زن، روز مادر، روز پدر رو بیایم از تو فرهنگمون جستجو کنیم. گفتم بله دقیقا همینطوره، ما روز زن، روز مادر، روز مهر، روز عشق و روز زمین رو اسپندار مزگان داریم از هزارهای دور، و روز پدر رو به عنوان کسی که بس از 1400 سال پدری کرد برای این ملت و این کشور رو از روی زیر خاک و خاکستر دوباره زنده کرد و آورد به عرصه نوین، بایستی پدر ایران و روز پدر و الگوی تمام مردان و پدران و در واقع دلاور مردان ایران باشه، یه همچین فرد با ارزش، یک همچین ابرمردی در تاریخ ایران. و هیچ چیز زیباتر از این نیست. ما هم روز مادر فرهنگ خودمون رو داریم، هم روز پدر فرهنگ و ابرمردان خودمون رو داریم، و هم همه آن چیزی که ایرانیان به جهان ارائه دادن، از دستاوردهای فرهنگی، از زبان، از رسوم، از فن، تکنیک و تکنولوژی هایی که در هر دوره تاریخ ایرانیان شدن بنیانگذارانش و شدن محققان و پژوهشگرانش و تونستن این خوراک دانش و اندیشه و خرد رو به مردم جهان برسونن. منتها بدبختی ما این بود که ما یورش تازیان رو داشتیم، اروپا نداشت. ما اونها اومدن با رنسانس از زیر اون یوغ قرون وسطای مذهبی، مذهب مسیحیت به اصطلاح خفقانزای سرکوبگر آمدن بیرون، ولی ما نتونستیم تا دوران رضا شاه این کار انجام شد و یک تنه به جایی که یک ملت برخواسته باشن و رنسانسی رو بتونن انجام بدن، این مرد یک تنه در کشورش این کار رو کرد. و متاسفانه دیدیم که چقدر این ملت به خاطر ندانستن ها، به خاطر ناآگاهی ها، به خاطر نخواندن ها نتونستن یک چنین شخصیت هایی رو در ایران روی چشمشون، روی سرشون نگه دارن و قدرشون رو بدونن و نگذارن که اجنبی ها، خارجی ها، فرنگی ها، بازوهای چپ و راست این کشور رو دوباره به زیر بکشن، دوباره در دریای تلاطم غوطه‌ورش کنن. امیدوارم که این نشست و نشست های این چنینی به شخصیت شناسی در واقع ابرمردان تاریخ ایران کمک کنه و ما بیشتر بریم فقط کتاب های اینها رو بخونیم، به هیچ کس کاری نداشته باشیم، خودمون، هر یک نفرمون خودمون قاضی هستیم که این شخصیت های تاریخیمون رو بشناسیم. دقیقا، به جای روزخونی، به جای شرکت کردن به این
مراسم سینه زنی و تزویه و دروغ و دغل و خرافات کتاب بکنید که نمیخواد بریم تاریخ چند هزار سال فقط کتاب های رضا شاه محمد رضا شاه بود فقید رو بخونید و بدونید کی بودن و چجوری دارن فریبمون میدن. سپاسگزارم بانو آرتیس عزیز و خیلی صحبت ها امشب بسیار عالی بودن، مخصوصا که در مورد شخصیت رضا شاه بزرگ بود. امیدوارم در برنامه های آینده بتونیم هر دفعه یک شخصیت ایرانی و میهن پرست، یک شاه ایرانگرا و ایران پرست رو در موردش صحبت کنیم. حتما. بسیار سپاسگزارم. اگر صحبت پایانی دارید. سپاسگزارم از همگی. روز پدر، روز 24 اسفند و جشن چهارشنبه سوری بر تمام ایرانیان، فارسی زبانان و همه کسانی که در حوزه فرهنگ و تمدن ایران از رگ و ریشه های ما و این تمدن و فرهنگ بزرگ هستند شاد و خجسته باد. بدرود پاینده ایران. و همینطور پیشا پیش من هم تبریک میگم نوروز رو به همه ایرانیان عزیز و همه فارسی زبان و همه کسانی که منش ایرانی دارن. سپاسگزارم. جاوید شاه، پاینده ایران، یک بار بدرود.